بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عيد سعيد قربان را كيف تجلل نمائم؟ عيد سعيد قربان را بغنى تجلل نمائم ك رسول صلى الله عليه وسلم تجلل نموده لهذا در روز اول عید سعید قربان زمانی که از خواب میخیزیم غرض ادای نماز فجر در همان وقت نیت نماییم که تا بعد از نماز عید را روزه میگیریم لذا اولین ادب تجلیل روز عید قربان روزه گرفتن است از صبح صادق تا بعد از نماز عید را دومین ادب تجلیل عید سعید قربان این است که بعد از نماز فجر تکبیرات تشریق را بخونیم و زمانی که غرض ادای نماز عید سعید قربان به طرف مصلاها عیدگاهها و مساجد می رویم طبقه ذکور یا برادران تکبیرات تشریق را با آواز بلند مکررا بخوانند یعنی یک بار دو بار ده بار صد بار هر قدری که می توانند با آواز بلند تکبیرات تشریق را بخوانند البته تکبیرات تشریق را واضح است که همه می دانند که عبارت است از الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر ولله الحمد زمانی که به مصلا و بعیدگاه و یا مسجدی که در آنجا نماز عید ادا می شود می رسم، پای راست خود را به مسجد گذاشته و دعای داخل شدن به مسجد را بخوانیم و بگوییم که اللهم مفتح نه لنا ابواب رحمتك ای دعا را می و داخل مسجد می شویم وقتی که داخل مسجد شدیم نفل خواندن قبل از نماز عید و بعد از نماز عید در مساجد و مصلاها جایز نمی باشد آرام می شینیم و به خطبه و یا موعظه امام و خطیب گوش می دهیم چون رواج در افغانستان این است که قبل از نماز عید خطیب و یا امام مسجد به فارسی به پشتو و دیگر زبان ها موعظه ارائه می که البته این موعظه موعظه فرض و سنت نیست یک عمل مستحبی هست تا مردم از موقع و از فرصت استفاده نمایند بعدا وقت ادای نماز عید میرسد برای ادای نماز عید آزان و اقامت وجود ندارد فقط امام اعلان میکند که نماز عید ادا میشود بعدا همگی نیت میکنن البته نماز عید عبارت است از دو رکعت نماز واجب با تکبیرات زوایت و طریقش به این طور است <تصفح> وقتی که امام اعلان کرد که نماز ادا می شود نیت نماید همگی در قلب خود نیت نمایند که نیت کردم یا اراده نمودم که دو رکعت نماز عید سعید اطحا را با جمله تکبیراتش ادا نمایم و پشت این امام اقتدا نمودم اینمی گپی را که حالا ما زدم مفهومش را در قلب خود بگذراند کفایت میکنه یا در امی قلب خود میگذراند که نماز عید سعید قربان را پشت این امام در این وقت حاضر ادا میکنم با جمله تکبیراتش الله اکبر میگد و داخل نماز میشود سبحانک اللهم را امام و مقتدی ها میخواند بعد امام قبل از قراعت سوره هم سه بار تکبیرات زوائد را با آواز بلند و جهر ادامه کند الله اکبر تمام مقتدیان هم دستان خود را تا به گوشهای خود رسانده و پس دستان خود را آویزان میکنند سه مرتبه این کار را انجام میدهند بعدا مقتده ها ساکت و امام سوره حمد را با یک سوره دیگر ادا به رکو می و بعدا به سجده و بعد از سجده که بلند شد باز قراعت می کند وقت قراعت را ختم کرد در رکعت دوم قبل از رکو باز سه تکبیر را خانده و دستان خود را به گوشهای خود برده و در تکبیر چارم بروکو می رود بعد از ادای نماز عید خطیب و امام خطبه نماز عید قربان را به زبان عربی ارائه می کند و بالاخره نماز در همین جا تکمیل و مسلمانان با هم در مساجد و عیدگاه ها عید مبارکی می کنند والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته